با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیزان. امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی باشه و دمتون گرم که با نظرها، پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. آقا میگم این شاهد 136 ها انگار قوقا کردن تو اوکراین و یه عده باز فشاری شدن و فقط دارن میگن که نه، اینا رو اوکراینی ها فتوشاپ کردن. دوستان هرچی از اهمیت این ماجرا بگم کم گفتم. تازه خبر رسیده که مهاجرهای 6 هم دارن کم کم وارد عملیات میشن. اجازه بدین در مورد این نوع و مدل‌های دیگه پهپادها اطلاعات بیشتری به دستمون برسه، حتما باهاتون به اشتراک میذاریم. اما از اون ور یه اتفاق خیلی مهمی که کمتر بهش پرداخته شده، مسئله رژه یمن هست که حسابی دشمنسوز بوده ها. تو برنامه قبلی که اشاره‌ای بهش داشتیم، ولی خب گویا دوستان علاقه زیادی داشتن به این موضوع و خب ما تصمیم گرفتیم که تو این برنامه بیشتر به این رژه سنگین و البته مخوف بپردازیم. خب لازم به ذکر که 8 سال پیش دقیقاً در چنین روزایی بود که جمعی از تشکل‌های سیاسی یمن به رهبری شیعیان حوثی که جنبشی به نام انصار الله رو تشکیل داده بودند، با حمایت گسترده مردمی موفق به کنترل اداره پایتخت و استان‌های شمالی و مرکزی یمن شدند و انقلاب سپتامبر 2014 با فرار منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن به پیروزی رسید. 6 ماه بعد از پیروزی انقلاب مردمی یمن، ائتلاف متجاوز سعودی واسه جلوگیری از یه پارچه شدن نظام سیاسی یمن و تسلط ارتش و نیروهای مردمی این کشور بر بخش جنوبی و البته سواحل تنگه باب المندب حملات خودشون رو به این کشور شروع کردن. سعودی‌ها و کشورهای عربی متحدشون فکر می‌کردن که قادرن در مدت زمان یک یا نهایتاً چند ماه انقلاب مردم یمن رو سرکوب کنن و صنعا و سایر شهرهای یمن رو مجدداً تحت اشغال خودشون در بیارن. خب همونطور که معلومه در سالهای ابتدایی این نبرد، وضعیت توان تسلیحاتی و همچنان موازنه قوا بین دو طرف کاملا یه طرفه و به سود ائتلاف سعودی بود و خب این موضوع موجب شد تا انصار الله با فداکاری و تقدیم هزاران شهید و عقب نشینی تاکتیکی از برخی بنادر جنوب و غرب یمن به دنبال خرید زمان واسه توسعه توان تسلیحاتی خودش و بازگشت موازنه قوا باشه. این موضوع حدوداً 3 سال زمان برد و به تدریج از سال 2018 و با ورود تسلیحات بومی ساخت مهندسین یمنی، البته با حمایت‌های گسترده مهندسان ایرانی، به عرصه نبرد معادله تخریب یک طرفه تموم شد و عمق خاک عربستان و امارات هدف حملات دقیق موشکی و پهپادی انصار الله قرار گرفت. همچنین در عرصه میدانی هم دست مجاهدین یمنی با تسلیحات مناسبی از جمله موشک‌های ضد زره پر شد و اونا موفق به بازپسگیری مناطق وسیعی در استان‌های الجوف، مارب، زاله، شبوه و بیضا شدند. اما خب به تدریج توان بومی اسلحه‌سازی کشور یمن به حدی رسیده که نه تنها دشمن سعودی رو ناچار به برقراری آتش‌بس از ترس حملات سنگین به عمق خاکش کرده، بلکه یمن رو به یک قطب تولید تجهیزات نظامی پیشرفته، اونم در تعداد انبوه، در نظر رسانه‌های جهان تبدیل کرده. با این تفاصیل باید عرض کنم که رژه نظامی یمن که چند روز گذشته برگزار شد، از حیث رونمایی از تجهیزات نظامی در سالهای گذشته بی‌نظیر و بی‌سابقه بوده. تقریبا هر چیزی که در سالهای اخیر در میدان نبرد با متجاوزان سعودی مورد استفاده قرار گرفته رونمایی شد. تسلیحاتی که در گذشته با ذکر اسم و مشخصات استفاده شده بودند، تسلیحاتی که استفاده شده بود اما به شکل رسمی معرفی نشده بودند و تعدادی سلاح جدید که اولین بار توسط عموم دیده شد. آقا در بخش موشکی همونطور که انتظار می‌رفت این رژه فوق‌العاده بود و بیش از 10 نوع موشک بالستیک و کروز دریایی معرفی شد، از جمله موشک‌های زمین به دریای کلاس فالق 1، المندب 2 و روبیج و غیره. و لازم به ذکر که ارتش یمن در مراسم رژه سالروز انقلاب 21 سپتامبر از قایق‌های جنگی آصف، موشک کروز قدس 3، همچنان موشک‌های بالستیک حاتم 1، فلق، کرار، بحرالاحمر در تجمع میدان السبعین در شهر صنعا پایتخت یمن رونمایی کرد. فليس لدى التحالف من سبيل على الأنصار غير الانتحار، فهم قبر الغزاة بكل شبر، وهم لجهنم باب اختصار.
إلى الأقصى، إلى الأقصى بعزم قد مضينا وأنظمة العمالة في انهيار، فما خابت يد في الأرض تبني وتحمل في المعارك ذا الفقار. بدأنا من أعدوا ما استطعتم ونختمها بصرخات انتصار. فويل ثم ويل ثم ويل لأهل النفط من أهل الشعار. دوستان به جرأت میتونم بگم که این رژه به خصوص بخش موشک ها جهان رو انگشت به دهن گذاشت. چند تا نکته خدمتتون بگم عزیزان. اول در مورد موشک بالستیک حاتم، این موشک بیشترین حجم توجهات رو به سوی خودش جلب کرده و کمترین اطلاعات هم در موردش اعلام شده و تنها به برد بلندش اشاره شده که تقریبا 1500 کیلومتر است. کارشناسان معتقدن که موشک حاتم از سر جنگی جدا شونده هم بهره میبره و خب همطور که گفتم بردی تقریبا 1450 الی 1500 کیلومتر خواهد داشت، دقیقاً مثل خیبر شکن. اما یکی دیگه از موارد مهم این رژه موشک صغیر یک هست. هذه الاثناء امامكم منظومات الدفاع الجوي المتنوعة المهام والمختلفة الأحجام والقدرة. اليوم تكشف القوات المسلحة بفضل الله تعالى عن صاروخ صقر الذي خضع لعمليات تجريبية ناجحة ويخضع كذلك للتطوير المستمر والدائم. هذا الصاروخ مداه التدمير 30 متر وأكثر ارتفاعه للتحليق 28 ألف قدم من سطح البحر. باید بگم که سرانجام بعد از چیزی بیشتر از 2 سال انتظار، ارتش یمن از مرموزترین سامانه پدافندی خودش یعنی این موشک رو نمایی کرد. در بین منابع غربی این موشک با کد موشک 358 نامگذاری شده بود که در چندین مورد موفق به سرنگونی پهپادهای رزمی ائتلاف سعودی هم شده بود. هنوز منابع یمنی جزئیات بیشتری از این سامانه پدافندی رو اعلام نکردند، اما آمریکایی‌ها مدعی بودند چند فروند از این موشک‌ها رو قبل از ورود به خاک یمن توقیف کردند. حالا شما ببینید که این موشک‌ها از کجا به خاک یمن منتقل شده و آمریکایی‌ها مدعی‌اند که این سلاح‌ها در واقع یه نوع پهباد یا مهمات سرگردان هوایی هست که وظیفه داره در آسمان منطقه نبرد به گشت‌زنی بپردازه و هنگام کشف هدف متجاوز توسط رادار یا سامانه‌های اپتیک زمینی اقدام به رهگیری کنه. آقا در مورد مخوف بودن این موشک 358 هر چی بگم کم گفت. اما یکی دیگه از موشک‌های غافلگیر کننده ارتش یمن قدس 3 هست. موشک قدس 3 یه موشک کروز بالدار که واقعاً طراحی و سرعتش فوق‌العاده است. این موشک زمین به زمین برد بلند از نوع سوخت مایع هست و از ویژگی‌های بارز این موشک کروز بالدار دقت بالا در اصابت به اهداف، توانایی کشف دور هنگام توسط رادار هست. أهو الآن يمر أمامكم هذا الصاروخ، صاروخ مجنح يكشف عنه للمرة الأولى، وهو صاروخ مجنح أرض أرض بعيد المدى. يتميز هذا الصاروخ بإصابته للأهداف دقة عالية، كذلك أكدت لا تستطيع الرادارات أيضا اكتشافه. دوستان نکته‌ای که به نظر من و به نظر خیلی های دیگه مهمه اینه که این توانایی در حالی در طول دوران فقط 8 سال اونم در حالت جنگ و نبرد در این کشور نهادینه شده که خیلی از کشورهای عربی در طول 40 سال گذشته با صرف هزینه های صدها برابری در جریانش هستین دیگه، تو سرخط بهش زیاد پرداختیم و
البته آرامشی که در کشورشون حاکم هست و هزار تا مزیت دیگه هنوزم وابستن و احتمالا خودتون بهتر از بنده میدونین که مهندسین ایران و سپاه در زمینه این قدرت نمایی و این تسلیحات مخوف چه کمکهایی انجام دادن. به نظرم بهتره ما هم مثل محسونین یه اشاره کوچیکی بکنیم و تمام. فقط همینقدر بدونین که بدون کمکهای ایران و سپاه این اقتدار ممکن نبود و این یه نمونه کوچیک از کسی که به سید علی تکیه میکنه. راستی در انتها این عکس هم ببینید و لذت ببرید. شاهد 136 در رژه ارتش یمن. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین که این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه هر باشین.